نحوه تقسیم آب قنات یا چشمه هر شهری بوده که به وسیله یک ظرفی قسمت دوم سفر اون دوستان خراسان جنوبی شروع میشه. اومدیم دیشب از روستای اسفندیار، شهر بشرویه، شهری که قدمتش برمیگرده به دوره تیموری. الان توی بافت قدیم هستیم، اقامتگاه حالا بهتون نشون میدم. بریم با یکی از دوستان آقای کیانی یه چرخی توی بافت و موضوع و جای دیدنی که داره بزنیم. شهر بشرویه در فاصله 270 کیلومتری شمال غربی بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، بین دو دشت لوت و نمک قرار داره. نام بشرویه نخستین بار در سده 13 میلادی در کتاب حافظ ابرو، تاریخ نگار و جغرافیدان مشهور ایرانی در عصر تیموری، با این قید که در مسیر کاروان روی هرات اصفهان و مشهد اصفهان قرار داشته آورده شده. در جغرافیای تاریخی حافظ ابرو، نام بشرویه در شمار آبادی‌های رقه به صورت آبادی بشروی آمده. امروز رقه روستای کوچکی در غرب شهر بشرویه است. بشرویه از اندک شهرهای ایران هست که بافت تاریخی خودش را حفظ کرده و هنوز بعد از سالها مردم در خانه‌هایی با قدمت بیش از 400 سال زندگی می‌کنند. خانه‌هایی از خشت و گل که هر کدوم داستان‌ها و اتفاقات زیادی در دل خودش جای داده. این خونه جزو خونه‌های دو ایوانه است که متعلق به دوره صفوی است. یه چیزی حدود 400 سال قدمت داره و خونه معروف به خانه فیاض بخش کردن شده، بازارچه صنایع دستی که در تملک داره میرسنگ است و هر یک از این غرفه‌ها به یکی از فعالین حوزه صنایع دستی دادن و اینجا بحث موقعی که گردشگر وارد شهر بشو میشه، یکی از لوکیشن‌هایی که گردشگر واردش میشه همین خونه فیاض بخش هست و تامندی ها و هنر بانوان شهر بشرویه رو خریداری میکنن و حمایت میکنن. در تک تک خانه های شهر بشرویه شواهدی وجود داره و مبنی بر این که زمان قدیم خانم های خونه در بحث معاش زندگیشون کمک میکنن و نهایتا جایی بوده برای بحث تولید پارچه که یه قسمت به نام گوکار که در ایوان زمستانه و یه قسمت پیکار که در ایوان تابستانه قرار می گرفته. یکی از شاخصه اصیل خانه های بشرویه بحث این بوده که تو هر خونه یک کارگاه پارچه بافی بوده. در داخل ایوان زمستانه همینطور که می‌بینید آفتاب کامل داخل این ایوان هست، یه قسمتی بوده به نام گوکار که این در این گوکار پدالایی بود، کارگاهی بوده برای بحث پارچه بافی و خانم های خونه تو بحث مخارج کمک می‌کردن و بحث تولید پارچه یکی از اصیل ترین ارزان بازتون که کارهایی بوده که تو زمان قدیم برای بشرویه انجام می شده. تیموری لنگ تو سفرنامش از پارچه های بشرویه که پارچه معروف بشرویه کرباس و برکست سطح و هم‌اندازی حریر سمرقند می دونسته. به اینجا میگن گوکار. اون چوبی که در ایوان تابستانه هستش بهش میگن پیکار که تونهای نخ پارچه رو توسط اون چوب کشیده می شده. ویدیو شهر زواره رو نمیدونم حالا دیدید یا نه، اونجا در مورد قسمت کوتاهش در مورد خونه های چهار صفه صحبت کردم. باز معماری
شهر بشرویی هم به همین سبکه. حالا توی این قسمت بیشتر در موردش صحبت میکنیم و نشون میدم این خونه های چهار صفه رو بهتون. خانه ها پیش از دوران صفوی روزگار درازی رو سپری کردند که مطابق با وسعت و نیازهای هر خانواده همراه با شهرها رشد کرده و شکل و الگوی اونها دگرگون شده. کهن‌ترین این الگو در خانه سازی ایرانی الگوی چهار صفه است. خانه های چهار صفه پیش از دوره قاجار در ایران بسیار ساخته شده که تک نمونه هایی از اون در شهرهای مختلف حاشیه کویر مثل بشرویه، زواره، یزد و اصفهان باقی مونده. در بسیاری از آثار منظوم و منصور عرفا و اندیشمندان به ویژه در سده 13 میلادی به فضای چهار صفه خانه ها اشاره شده. برتری‌های متعدد فضای چهار صفه منجر به کاربرد وسیع این کهن الگوی معماری در مناطق مختلف ایران به خصوص در مناطق گرم و خشک شده. ایجاد فضای معتدل در اقلیم خشک کویر، میدان دید بیشتر در حیات مرکزی، داشتن طرح هندسی که اجرای کار و مباحث سازه را آسان می‌کرده و همچنین استفاده از دو محور صفه برای برپایی کارگاه‌های پارچه بافی از برتری های خانه های چهار صفه بوده. الان داخل خونه غزنفری هستیم که متعلق به دوره صفوی است. بالغ بر 400 سال قدمت داره. شاخصه استاندارد این خونه هشت سلی بودن حیاتش، حیات مرکزیشه. و یکی دیگه از شاخصهای خونه اتاق مهمانخانه‌شه که سقف دوجداره داره. گچبری تزئینات خاص مناسب به فردی داره که ارزش خاصی برای مهمانان خود قائل بودن. خب این خونه هم جزو خونه‌های چهار صفه هستش که هر صفه مال یک فصل از سال هستش. میشه ایوان زمستانه، تابستانه به همین ترتیب، بهاره و پاییزه که هر فصل رو داخل یکی از این ایوان‌ها زندگی یا داخل یکی از این اتاق‌ها زندگی می‌کنه. خونه مصطفی هستیم، خونه متعلق به دوره قاجار، چیزی بالغ بر 180 تا 250 سال خدمت داره. خونه مصطفی در ایران زیاد داریم، با مالیاتچی های قدیم یا داروغای قدیم که مالیات منطقه رو جمع میکنن و حاکم تحویل میدادن میگفتن مصطفی. این خونه ارزم به حضورتون که معماری ترکیبی از معماری یزد و بشرویه داره، چون معمار اصلیش آقا جواد یزدی معمار این خونه بوده. دقیقاً الان این فضایی که الان داخلش هست، این بخش اداری خانه مصطفی هستش که به هر حال کارهای اداری مالیاتی داخل این خونه انجام می‌شده. خونه مصطفی 6 برابر این فضایی هست که می‌بینید و در گذر زمان میراث بخشی شده و خرده مالکی گرفته و نهایتاً بادگیری که الان مشاهده می‌کنید یکی از شاخص‌ترین بادگیری‌های ایران هستش، بادگیر سه‌قلو.
در انتهای ترین کوچه تاریخی بافت بشروی هستیم که متعلق به دوره قاجار هست و دیوار و خانه مصطفی که انتهای بافت تاریخی شهر، از ابتدای کوچه تا انتهای کوچه خونه مصطفی هستش که بر اثر گذر زمان میراث بخشی یا همون خرد مالکی گرفته که خونه آقا جواد یزدی، خونه مقیمیان و خانه مصطفی و خانه اسدی هست. ما 22 هکتار بافت تاریخی ثبت شده داریم که خوشبختانه بافتش زنده است و مردم دارن در این خونه های تاریخی زندگی میکنن و زندگی در آن در کوچه پس کوچه های این بافت تاریخی در جریانه. اومدیم موزه بشرویه که کلی آثار قدیمی اینجا هست و میتونید بیایید ببینید. اینجا هم باز خونه چهار صفه بوده که تبدیل شده به موزه. آقای اسدی هم حالا یه توضیحاتی در مورد بعضی از وسیله ها اینجا بهمون میدن. خونه یک دوش هستیم عرض به حضورتون که جزء خانه های چهار ایوانه دوره صفویه است. حدوداً اوایل صفه مال 500 سال قبله. توی فهرست آثار ملی کشورم خود خونه ثبت شده. جایی که الان هستیم حیات خونه است. ایوان پشت سری من ایوان زمستانی، روبرو ایوان تابستانی، یکی ایوان بهاره و یکی هم ایوان پاییزه که به فراخور فصل ها توی این ایوان ها بودن. فقط این دو تا ایوان بهاره و پاییزه یک تغییر جزئی که داشته، دیواری جلوش کشیدن که کاربری اتاق بهش دادن. یه کار خوبی کردن، به شاکله اصلی بنا دست نزدن، به راحتی میتونیم دیوار رو برداریم که به حالت اولش برگرده. توی دوره قاجار میفته به دست اجداد ما و توش ساکن میشن و تا حدود 50-60 سال قبل زندگی میکردن توش و بعد منم عرض به حضورتون که اشیایی که از دوره دبیرستان از حدود 30 سال 40 سال قبل جمع آوری میکردم توی این خونه مرمتش کردیم، تغییر کاربری دادیم و به عنوان موزه بشروی لوازم اینجا گذاشتیم و مورد بازدید قرار میگیره. همزمان با جمع آوری اشیا یک سری مواردی بود که نشان دهنده رعایت حقوق حیوانات در گذشته شهر بود که این مسئله باعث شد که کارشناسا روش عرض به حضورتون که توجه بیشتری بکنن. خودم هم تحقیقات بیشتری انجام دادم و حدوداً 30 مورد رو پیدا کردیم که حاکی از این بود که اهالی بشروی حقوق حیوانات رو به صورت اصولی و مدون رعایت می‌کردن. یک موردش یک وقفنامه‌ایه که پیدا کردیم که عرض به حضورتون یک خیر پیدا میشه در دوره قاجار و زمینی رو برای گربه‌های شهر وقف می‌کنه. خب قدیم که یخچال به وسایل امروزی نبوده، خیلی اتفاق می‌افتاده گوشت توسط گربه دزدیده بشه. به خاطر اینکه کسی گربه رو اذیتش نکنه، ایشون یک زمینی رو وقف میکنه که اگر گربه گوشت دزدید از عایدات اون زمین پول خسارت پرداخت بشه که دیگه کسی گربه رو اذیتش نکنه. توی این وقفنامه یک سری نکات جالب و قابل توجهی هم هست. مثلا بحث بهداشت رو میتونیم بهش اشاره بکنیم که دیگه کسی گوش رو از دهان گربه نگیره بخواد مجدد استفاده بکنه. بحث این که عرض به حضورتون آقای خانه دیگه حق نداشته خانم شما مؤاخذه بکنه که چرا در نگهداری گوش سهل‌انگاری میکردی، چرا که خسارت پرداخت میشده و از یک مشاجره و جدل بین زن و شوهر جلوگیری میکرده. و نکته بسیار مهم، اون صداقتی که بر جامعه قدیم حکم فرما بوده، چرا که بر عرض به حضورتون که برای این که بخواد خسارت پرداخت بشه نیازی به مستندات نبوده، اینقدر مردم به هم اعتماد داشتن، یعنی کسی با خودش اجازه نمیداده که بخواد
به دروغ بره ادعا بکنه که گل به من خسارت زده و به محض این که مراجعه میکرد و ادعا میکرد که گل به من خسارت زده پول خسارت بهش پرداخت میشده. یکی دیگه عرض به حضورتون که برای موشها که حتی موش رو هم راضی نمیشدن بکشن، لذا براش یک تله بسیار زیبایی رو طراحی کرده بودن که عرض به حضورتون که موش رو به صورت زنده زندانیش میکرد. بعد 4 تا موش رو این تله میتونه بگیره و موشا رو میبردن بیرون شهر و رهاشون میکردن. طریقه کار کردنش این زبانه ها میره کنار، این قده چوب در میاد اینجا تومه نصب میشه، مجدد بر میگرده سر جاش و این زبانه ها باز میاد روش قرار میگیره که بیرون نیاد و این میفته به دم این پرنده مانن. این هم شکل پرنده ساخته، کاکل و دم و خیلی زیبا. به نوک پرنده هم در وصله، وقتی که این به دم پرنده قرار افتاد این قد اسیم در میاد بالا. موش که میره داخل تومه رو که دستکاری میکنه این از دم پرنده خارج میشه، در میاد پایین و موش توش زندانی میشه. یکی اینجا یکی اینور، دو تا میور، 4 تا رو میتونسته بگیره و میبردن بیرون شهر، موشا رو رهاشون میکردن. یکی از اشیاء موزه که مورد توجه بازدید کنندگان هم قرار میگیره نحوه تقسیم آب قنات یا چشمه هر شهری بوده که به وسیله یک ظرفی این کار انجام میشده. خب قدیم که ساعت نبوده، به یک نحوی بالاخره بایستی بین شرکای یک قنات اون عدالت برقرار میشد، هر کسی به میزان سهمش بتونه آب ببره برای زمینای کشاورزی. اینو به این وضعیت میذاشتن روی آب که آروم آروم از اون سوراخ آب بیاد بالا و ظرف پر آب بشه. این میزان عرض به حضورتون که زمانی و به لحاظ پر شدنش هم هر منطقه‌ای بستگی داشته به میزان آبدهی قناتشون. مثلا مال بشرویه الان که زمان گرفتن این اتفاق در 6 دقیقه میفته، در 6 دقیقه ظرف پر میشه. جایی که آب زیادتر هست که الان زمان گرفتن 3 دقیقه است، جایی که آبش کمتره 9 دقیقه 12 دقیقه. خود اسم این ظرف هم متفاوته، در هر شهری در منطقه بهش یکی شهر میگن کاسه، بول، تشت، فنجان، عرض به حضورتون که کیل، اسمای مختلفی داره. توی بشرویه و طبس و احتمالا سمنان بهش پنگان یا پنگو گفته میشه. اینا هم زنگای شطور که هر کدومش یک کاربردی داشته. مثلا به این بزرگی میگن کلک، همون فند خوردن، کلک خوردن. اینا این به شطور آخری میبستن. ساربون وقتی که خب شطورا 10 تا 20 تا با تناب به هم وصلن دیگه، دائم که نمیتونه برگرده ببینه که مثلا آیا تناب پاره شده، چون خیلی اتفاق میفتد که بین تناب بین شطورا پاره بشه و چند تا از شطورا جدا بشه. بخاطر اینکه این اتفاق نیفته اینو میبسته به گردن شطور آخری. لذا عرض به حضورتون که دیگه نیاز نبوده بخواد یک کنترل بکنه. اگر احیانا بند پاره میشد که شطورها 5 تا 10 تا جدا میشدن، از دور شدن صدای این متوجه این امر میشده و میفهمیده که اتفاقی افتاده. صداشون هم فرق میکنه، متفاوته. بله بله، اون صدای زیاد کاروان ها مال اینه. صاحب بار که توی بشرویه بوده میفهمیده که نزدیک شدن کاروان، بایستی براشون غذا آماده بکنه. نزدیکتر که میشدن ناقوسا رو میگرفته، میدونسته که بایستی چای رو آماده بکنه. نزدیکتر که میشدن بینا میگن برگوشی، برگوشی ها رو میگرفته، میدونسته که بایستی کارگرها رو صدا بزنه که آماده تخلیه بار باشه. یه نکته بسیار جالب این که مثلا صداها هر زنگی مختلف بوده، یعنی شخصی که توی شهر ساکن بوده میدونسته که مثلا این صدا مال کاروانیه که برای او هست، چون شاید مثلا کاروان دیگه می اومد. از کجا این صاحب بار بدونه؟ اون صداها تو ذهنشون بوده، میدونستن که مثلا این زنگ مال کاروان اوناست یا نه. این قید صحافیه که مال 400 سال قبله، حتی رزوه ها هم چوبیست، اینو میپیچیدن اینا باز میشده. که البته الان موریانه متاسفانه خورده، حالا یکیش رو ما خودمون درست کردیم که بزنیم ولی اصلشه. بعد این که باز میشده کتاب رو وسط این قرار میدادن و اینا رو میبستن، اینا رو وسط کتاب محکم تحت فشار قرار میگیره و
میتونستن روی اون عطف کتاب، روی قدر کتاب کار عرض بزرگتون که چسب و اینا رو انجام بدن. بله. یکی دیگه از جاذبه‌های گردشگری اطراف بشروی دیگه جزء بشرویه میشه. کویرش هست که الان داریم میریم شرق بشرویه میشه، درسته؟ بله. بریم کویر رو هم ببینیم دیگه. توی استان خراسان جنوبی کویر هم دیگه جزوی از طبیعت و هر جا بری میتونید ببینید. کویر که میای باید کفشا رو بکنی، راحت انرژی زمین رو جذب کنی. اقامتگاهمون هم اقامتگاه بشروی. اینجا هم بازی خونه مال دوره تیموری، چهار ایوانه. غذا چی هست؟ گندم پلو، کوکو سبزی، بادمجان، ترشی محلی، سالاد شیرازی. سالاد بشرویه ندارید؟ چرا سالاد شیرازی رو استفاده میکنید؟ دوغ اومدی؟ آوالی. دژ دختر بشرویه در غرب شهر بشرویه بر بلندای کوهی مخروطی شکل به ارتفاع حدود 150 متر از دشت‌های اطراف در زمان ساسانیان ساخته شده. آسیابای قدیم بشرویه است که توی این مسیر 7 تا آسیاب وجود داره. حالا برگشتنی بهتون نشون میدم. هنوزم آب داره و چند تا چند فعاله ولی کار نمیکنه، یعنی سالمه.
دژ دختر باشرویه یکی از سالمترین دژهای خراسان جنوبی به حساب میاد که به خاطر موقعیت قرارگیریش در دوره های بعد از ورود اسلام و به خصوص دوره اسماعیلیان مرمت و مورد استفاده قرار گرفته. این دژ از سه سو به پرتگاه راه داره و فقط از سوی جنوب قابل دسترسی است. این تکه سفال هم توی مسیر دیدیم الان، سفال لابدار، خدمتش مشخص نیست حالا چقدره، ولی جالبه، نشون از زندگی میده توی دوره. سنگایی هم که اینجا ریخته سنگای برج باروی دژ هست. و آبانبار دژ هست. مسیر ارسش اینجا نبوده. این هم یه آبانبار دیگه. شاید سوالی براتون پیش بیاد که چرا به این دژ دژ دختر میگن. در ایران امروزی و همینطور در کشورهای اطراف که در گذشته جزوی از قلمرو پادشاهی ایران بودن، تعداد زیادی از این نمونه دژها وجود داره که به دژ دختر، چهل دختران و قزقلعه معروف هستند. عده‌ای از محققین بر این عقیدند که تعدادی از دژها به دلیل مستحکم بودن و دست نیافتنی بودن، مانند دختری پاک، به دژ دختر معروف شدن. عده دیگر علت نامگذاری این دژها را منسوب بودن اونها به ناهید می دونستن. باستانی پاریزی در کتاب خاتون هفت قلعه معتقد سازه های موسوم به دختر در ایران و دیگر کشورها همان بناهای منسوب به ناهید و ایشتار هست. البته نباید تصور بشه که این بناها حتما معبد ناهید بوده، بلکه به دلیل مقدس بودن نام آناهیتا در میان ایرانیان، نام این فرشته پرخیر و برکت به جهت تبرک و یا برای پاسداری و بقای اثر روی اونها مونده. این قسمت بی توجه کنید یه اتاق، آره اتاق دیدبانی بوده یا هر چیزی، خیلی آوار اومده و پر شده، تقریبا یک متر و نیم شاید پر شده اینجا. اینام تیرکشایی که تونستن از اینجا هم دیدبانی کنن هم اگر خواستن تیری پرتاب کنن پایین. گرترود فون، یکی از بزرگترین شاعران سده 20 میلادی، نوشته هر ملت با زنانش برپا میماند یا فنا میپذیرد. در ایران باستان زن را موجودی مقدس و پاک میدونستند و مقام بالایی برای زن دارا بودند. ایرانیان نه همچون اعراب زمان جاهلیت زن را ننگ میدونستند و نه به مانند یونانیان او را مظهر شهوت و عیاشی
قلمداد می‌کردند، بلکه او را موجودی مقدس به حساب آورده و حتی مقام خدایی و تاج بخشی به او می‌دادند. شاید طبق افسانه ها و حکایت هایی که در مورد دژهای دختر گفته میشه، به راستی برخی از این دژها به دست زنان و دختران جنگجو گرداننده میشده و هیچ مردی اجازه ورود به این دژها رو نداشته. تا امروز 16 تا از استانهای ایران عزیزمون رو رفتیم دیدیم. البته نه کامل، خیلی جاهاشون مونده، یه قسمت‌هایی از هر استان رو رفتیم دیدیم و امیدوارم که این راه ادامه داشته باشه و بتونم بقیه جاها رو برم و اون استانهایی هم که رفتیم بقیه جاهاش رو بهتون نشون بدم. آب چشمه از بالا دست میاد اون قسمت، جوب درست کرده بودن، میرفته تو تنوره و میرفته سنگ آسیاب رو میچرخونده. باز پایین تر هم هست. قسمت دوم سفر به استان خراسان جنوبی به پایان رسید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و تونسته باشم تشویقتون کنم که به این منطقه و شهر زیبا در آینده سفر کنید. ویدیو قبلی از روستای نایبند و اسفندیار رو میذارم بالای صفحه، حتما ببینید. تا ویدیو بعدی از خراسان جنوبی آماده میشه، بدرود.